داشتن. به طور کلی البته تجار یه چنین وضعی داشتن. ما برای ملک تجار در اصفهان هم داشتیم، همین تجار هم داشتیم. این مرحوم خانم امین که شاید اولین کسی است که تفسیر قرآن رو به طور کامل نوشته، طبعا قرآن رو ترجمه کرده تا تفسیر کنه، این هم از همین خانواده های عرض کنم تاجرانی است که در اصفهان بودن. در کاشان داشتیم، در تبریز داشتیم. اینا یه شخصیت هایی بودن که هم پایگاه اجتماعی داشتن و هم پایگاه سیاسی داشتن، هم نسبتی با علما داشتن، پایگاه دینی داشتن و هم محرک توسعه و اقتصاد بودن. یعنی اینکه مثلا خب با گردش مالیشون به دولت مالیات میدادن، به علما وجوهات شرعیشون رو میدادن، به کار و بار مردم میرسیدن، شغل ایجاد میکردن، رونق میدادن کسب و کار رو. و خب نقش مهم نیست، حالا شما در نظر بگیرید به لحاظ قدرت، حالا چه در حوزه اجتماع چه در حوزه سیاست، اینا در حقیقت با روی کرده توجه به عالمان دین و توجه به حکومت و توجه به مردم در چنین مثلثی در کانونش قرار می گرفتن و از طریق اونام بود که به هر حال یه رفتار مدنی زمینش فراهم می شد. خب این پایگاهشون هم بود، حالا کلن تجار بودن. مثلا تو جریان مشروطیت هم همین سید هاشم قندی رو وقتی چوب زدن، خب اون اعتراضای مردمی شد، اعتراضای علما شد. اونم حالا منطقی داشته، یه قند گران شده بود، اونم میگفت به دلیل اتفاقاتی است که برای اصطلاح در روسیه افتاده، انقلاب شده، نه 1917 به نظر 1905 بود که خب طبعا قندم گران شده و اون اعتمادی که نسبت به اینا وجود داشت مثلا زمینه بحران رو ایجاد میکرد. یا همین مثلا بحران رژی که اتفاق افتاد، خود دربار ناصری به پدر همین حاج حسین آقا ملک بدبین بود، میگفت اینها زمینه رو فراهم کرده. شاید هم درست میگفت، چون بالاخره اینا تو بیت علما هم نفوذ داشتن، رفت آمد داشتن، خب اخبار منتقل میکردن و شاید مثلا یه موضع مشترک بازرگانان و روحانیت بوده که منجر به مقاومت در برابر رژی شد. و حتی موقعی هم که این اتفاق افتاد اینها محدودیت پیدا کردن، یعنی پدر همین حاج حسین آقای ملک، ولی موقعی هم که قرار داده رژی لغو شد از طریق همین به باز، اون موقع که رادیو و تلویزیون و رسانه ها اونا نبوده، از طریق همین ها به اصطلاح به اونا اطلاع داده شد، به بازرگانان اطلاع داده شد. به هر حال نقش بازرگانان یه چنین نقشی بود، یعنی یه وجاهتی داشتن. این تا اواخر دوره پهلوی دوم هم بود. من خاطرم میاد که حالا اواخر نه، مثلا اواسط، اون موقع ما مثلا در سنین نوجوانی بودیم که یک آقایی بود و در بین بازرگانان به خصوص آذری‌ها خیلی بانفوذ بود. خاطرم میاد مثلا این مجالس مهم رو ایشون مثلا امضا میکرد، تنها امضا میکرد. این شخصیت های از این قبیل مثلا عرف بر این بود، این رابطه رو تنظیم کرد. و خود اینا یه پایگاه های دیگری هم داشتن که میتوانستند که در هر دوره یه کمک متناسب بودن. حالا دیگه در جنگ های ایران و روس، خب اینا بعد در عرصه و صحنه این جنگ ها حاضر می شدن، از اون طریق کمک می کردن. بعد از جنگ به هر حال دوره توجه به خرابی های ناشی از اونه، حالا یا خرابی های مستقیم یا بیشتر خرابی های غیر مستقیم. ما در تهران اینجایی داریم به اسم کوچه غریبان که مثلا نوشتند این کوچه محل سکونت کسانی بود که در اثر خراجی که برای جنگ ها گرفته می شد آباره شده بودند و آمد بودند تهران و یه دی از خیرین جمع شدند و اینجا رو در اینها رو در این کوچه جای دادن، به این جهت اسمش روشن کوچه غریبان. حالا فارغ از این که این مقدمات رو بپذیریم، بالاخره جنگ چنین مشکلاتی رو ایجاد میکرد. و خب بعد از جنگ همین خاندان آمدن در حوزه بازرگانی و تجارت کالا و اینها تلاش کردن. حالا این تجارت هم که میگم این مبتنی بر
کارگاه‌های کوچک بوده، مثلا کارگاه‌هایی بوده فرش بافی می‌کردن، کارگاه‌هایی بوده که ارسی می‌دوختن، کارگاه‌هایی بوده که وسایل عرض کنم پارچه بافی می‌کردن و اینها در حقیقت زمینه تبادل این کارها رو کالاها رو ایجاد می‌کردن و از این جهت به رونق اقتصادی در حد کلانش مدد می‌رسوندن. خب غیر از اینکه زمیندارهای بزرگی هم بودن و بعضن عرض کنم که به باغداری و باغبانی و زراعت و ملکداری و چوبداری و نظر اینها هم کمک میکردند و مدد میرسوندند. حالا از اینها که این جایگاه که در نظر بگیریم، ما اصلا از این خاندانها داریم و برخی اسناد اینام خیلی ارزشمنده. مثلا خاندان حاج امین الزر اخیراً یک کتابی رو منتشر کردن که درباره چاپ مجموعه ارزشمند بهارالانبار چاپ سنگیش بود. خیلی کتاب اطلاعات درجه اولی داره، مثلا این چاپ سنگی سنگش رو از کجا بودن، قیمت سنگ چقدر بوده، هزینه جابجایی سنگ چقدر شده، صحاف ها که اصلا هیچ جا نیست، این صحاف این اثر کی بوده، این کار چاپ رو کی انجام داده، وقتی چاپ شده برای چه کسانی ارسال شده. شما مثلا خیلی شخصیت های علمی رو میبینید در این اسناد که در کتاب های معمول نیست، یا ما مثلا کمتر به مشاغل توجه شده، این استادکارا خب در اینجا معرفی شدن. به علاوه نظام اقتصادی چجور بوده، نظبه هزینه کردن، درآمد ها از فرض کنید بنادر تا تهران، این اطلاعات توی این کارا هست. خب بسیار بخشی عظیمی از تاریخ معاصر ما رو که ما اطلاعات کمی ازش داریم شفاف میکنه و روشن میکنه. این نقشی است که اینها داشتن و این اسنادی است که اگر شفاف بشه بسیار به ما کمک میکنه. حالا خاندان ملک با اون سابقه ای که داشتن، یک کاره که مرحوم آقای ملک، یعنی حاج حسین آقای ملک در همین خاندان انجام میده و اونو موندگارتر میکنه، اینکه این مجموعه کتابها رو که میراث گذشتگان بوده تکمیل میکنه و وقف عام میکنه. وقف نامش هم خودش دقتایی درش هست، حالا در برخی وقف نامه ها میشه از این استفاده کرد. من یه وقتی از این کار بهره بردم و پیشنهاد دادم مثلا این همه تکایا و اینایی که دارید شما تبدیل به کتابخونه بکنید، بعد اونجا هم مثلا ذکر کنید که مثلا در ایام محرم هم حالا مثلا 10 روز ایام عزاداری حضرت سید الشهدا یا مثلا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا اینا رو، ولی این سرمایه رو در طول سال برای خاطر مثلا این چند دهه تعطیلش نکنید. این کار آقای حاج حسین آقا ملک خب جمع بین اینا کرده بود، این کتابخونه باشد و در این حال در ایامی این مراسم و مناسبت هم برگزار بشود. این برای خود من یه الگویی بود در این فضاهای دینی و فرهنگی که ما داریم که میشه کاربری های مختلف رو داشته باشه و در این حال به نیت واقف هم عمل بشه. این دقت های دیگه هم تو این وقف نامه هست. یا همچنین کاری که ایشون کرد در جمع‌آوری آثار و اسناد برای موزه، که این هم بازی موزه ماندگاریه. حالا من دیروز در شورای شهر تهران هم گفتم، گفتم واقعا ما باید به این شخصیت ها بیشتر توجه کنیم، به خصوص امسال که 1400 شمسی هم هست، اگر نگاهی به گذشته بکنیم ببینیم خب اینا چقدر به این شهر و به این مملکت خدمت کردن و ما نباید به هر حال بگذاریم این نام ها فراموش بشه. اینا شاید حداقل در سطح پایتخت بزرگترین واقفان اینجا هستن. خب این سرای امیر که به نام نامی امیر کبیره، بدون همت اینها کمال نمیافت. یا مثلا در همین منطقه مرکزی تهران این خانه اینها که خانه بسیار ارزشمندیه، خب این هم سبک بناش، هم سبک معماریش، هم آثاری که درش هست، اینا بسیار ارزشمنده. کتابخانه و موزه که خب جای خودشو داره. الان یه باغ ملک بوده در که مدت‌های مدیدی که یه مجموعه به اصطلاح سالن‌های نمایش‌های آینی درش طراحی شده، متأسفانه همینجور مونده. تو این دوران ما نتونستیم
به بهره برداری کامل برسونیمش. باز این مال اینهاست. طرف های گلاب در اینا یه باقی از اینا هست که اون سالها من در یه تهرانگردی بازدید دادم، بازدید داشتم، پیشنهاد دادم که این بشه اولین بوستان ارگانیک. یعنی تصرف نکنیم، این همون شکلی که درخت ها رویده، همون شکلی که آب جاری میشه، همون شکلی که عرض کنم قنات میجوشه، همون حوض بزرگ سنگی که هست، همون حتی دیوار گلی. من خاطرم میاد پرسیدم این دیوار، گفتن این دیوار عمر بیش از یه قرن داره. گفتم خب چرا این دیوار رو ما خراب کنیم، حالا جاش مثلا با بتون سیمان و اینا یه دیواری بسازیم و اینا. اونجا البته حالا به جدی و شوخی آقای گفت شما مثلا می‌خوایم نون ما رو آجر کنی، خب اگه این کارا رو ما نکنیم که زندگی نمیگذره. و حالا به هر حال پیشنهاد دادیم اون بشه نخستین باغ ارگانیک ایرانی که همون سبک و همون سیاه و با همون گونه‌های گیاهی و با همون گونه‌های جانوری مثلا اینا حفظ بشه. اینا بخشی از کارهایی است که عرض کنم حاج حسین آقای ملک کرد. من اونجا اتفاقا یه بنیاد خراسان شناسی هم در اون کنارش هست، مال مرحوم علامه عطاردی، که پیشنهاد دادم که شما حتی این بنیاد خراسان شناسی رو نزدیک به اینجا بسازید، چون اینا در خراسان هم کارهای بزرگی کردن و مرحوم ملک ارادت ویژه‌ای داشت به آستان حضرت امام رضا علیه السلام. خیلی از این اموال و خیلی از این دارایی‌ها رو وقف به حضرت کرد، همین کتابخانه، همین موزه، هم ملک آباد، هم باغات، هم اینها رو، که این کارها رو هم بکنی. من خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیزی که تو این برنامه شرکت میکنن، از شأن والای اینها میگن، و امیدوارم که هم در تهران، هم در مشهد، هم در تبریز یه شرایطی فراهم بشه که نام اینها و یاد اینها بیشتر گفته بشه، شنیده بشه، خوانده بشه. و یقینا دوستان علاقمندی که در این مراکز هستن بیش از من این دغدغه رو دارن. امیدوارم که شاهد معرفی چهره های ارزشمند از این قبیل باشیم و نتایج کار اینها رو بررسی کنیم و کارشون رو تکمیل کنیم و الگوهایی باشه برای دیگران که در این راه قدم بزنن و همت بکنن تا نام ایران، فرهنگ ایران، هنر ایران و میراث فرهنگی این کشور بیش از بیش هم برای خود ما، هم برای دیگران شناخته بشه. برای همه عزیزانی که در این راه تلاش میکنن آرزوی توفیق دارم و سپاسگزارم که وقتی هم به من داده شد که در محضر شما باشم. خداحافظ. من تشکر میکنم از جناب آقای مسجد جامعی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران و تهران پژوه. اون چی که مسلمه ما هرچه در مورد این بزرگ مردان تاریخ ایران بگیم کم گفتیم و در مورد حق مطلبی و کارهایی که انجام شده کم است. تقاضا دارم از جناب آقای دکتر یاحقی که ایشون هم مطالبشون رو بفرمایند در خدمتشون باشیم. آقای دکتر یاحقی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر در مشهد هستند و ما در خدمت از طریق اسکای روم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر صدا رو دارید؟ آقای دکتر یاحقی عزیز هستن تو جیم. آقای دکتر یاحقی عزیز گویا الان وصل شدید، صدا رو دارید؟ من صدای شما رو دارم. شما بله. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی زحمت میکنید، ممنون، بزرگوارید. من سلام عرض میکنم.
نمیدونم صدای ما رو داشتی تو این 20 دقیقه 25 دقیقه. بله بله من صحبت های آقای بس جامعه رو کاملا گوش کردم، صدا رو داشتم. دست شما در ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید شما. قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، جناب یساولی، جناب آقای دکتر بس جامعی و جناب عالی آقای دکتر کاظمی و دیگر مخاطبانی که در این گروه با ما هستند. من هم سپاسگزاری میکنم از کتابخانه و موزه ملی ملک که این یادروز رو گرامی میدارند و گرامی میداریم با اونها، برای اینکه به هر حال گرامی داشت این افراد و این خاطرات میتوانه نمونه‌ای باشه برای کار دیگرانی که میتوانن به اونها تأثیر بکنن. جناب آقای دکتر مسجد جامعی اشاره کردن که تجار و ثروتمندان قدیم کارهای بزرگی چه در حوزه سیاست و چه در حوزه حمایت از دولت‌ها و حکومت‌ها بر عهده داشتن. من میخوام عرض بکنم که وقتی شما به کتاب‌های قدیمی، کتاب‌هایی که چاپ سنگی میشد نگاه بکنید، اغلب این کتاب‌ها بانی بازاری داره، یعنی تجار و ثروتمندانی که در بازار بودن غالبا از این کتاب‌ها حمایت می‌کردن، مجلدات زیادی از اونها رو می‌خریدن، اهدا می‌کردن و بارها نامشون پشت کتاب‌های قدیمی هست. من فکر می‌کنم جای یک تحقیق به اصطلاح کتابخانه‌ای روی این زمینه کار بسیار خالی است که بیاییم و این سلسله ها و آدم هایی رو که با عشق و علاقه از سرمایه خودشون وقف و خرج کتاب و انتشار علم و معرفت میکردن عنوان بنیانگذاران نشر یاد کنیم. ملاحظه میفرمایید که بیشتر ناشران قدیم قبلنا تا زمانی که من دانشجو بودم یادم میاد بیشتر در بازار تهران بود، در بوزرجمهری و خیابان بوزرجمهری و بازار و منطقه‌ای که بیشتر اهل بازار در اونجا سکونت داشتن، کتاب‌ها بیشتر از اونجا صادر می‌شد. بعداً خیابان شاه‌آباد و بعداً بهارستان و خیابان انقلاب، خیابان شارزه زمان و جلو دانشگاه پیدا شد برای انتشارات کتاب. این حکایت از این داره که ثروتمندان گذشته ما اهل دل بودن و به فرهنگ بها می دادن. حتی بسیاری از ثروتمندانی که در هند بودن، از ایران مهاجرت می کردن به هند و کتاب هایی که اونجا ترجمه می شد، چاپ می شد، غالبا به سرمایه اونها منتشر می شد یا پیش خرید می کردن برای اینکه حمایت کنند از نشر. این سنت متاسفانه در روزگار ما کمرنگ شده است و یاد کرده آدم هایی مثل حاج حسین آقای ملک که تمام همت و دارایی خودشو در این مسیر گذاشت میتوانه یادکردی باشه، تذکاری باشه برای ثروتمندان و بازاریانی که دستشون به دهنشون میرسه و میتونن کمک کنن به نشر معارف. من به عنوان یک مشهدی بیشتر به کار حاج حسین آقای ملک دارم نگاه میکنم. خب به هر حال ملک چون که میدونیم از دوره نوجوانی و جوانی به مشهد آمد برای سرپرستی املاک پدرش در خراسان و در همینجا هم مشهدی شد. اون تعبیری که گفتن اهل کجا هستی، گفت هنوز ازدواج نکردم. تا وقتی ازدواج نکرده بود مرحوم ملک مشهدی نبود، آمد به مشهد و مشهدی شد. در مشهد ازدواج کرد با دختر سید عبدالله متولی باشی مسجد گوهرشاد که خودشون باز نسبتی داشت با حاج میزاحبیب خراسانی، خانواده های برجسته خراسان، و به این ترتیب حاج حسین آقای ملک مشهدی شد و املاک خراسان رو مرکزیتی داد و در جاهای مختلف مثمر ثمر واقع شد. من فکر میکنم که حاج حسین آقای ملک در افق اجتماعی مشهد نام نیکی از خودش به یادگار گذاشته است و این نام نیک در
چند عرصه هست، در چندین عرصه هست، یعنی تنها در یک عرصه نیست، در دو سه عرصه هست که به نظر من بسیار مهمه در خراسان و شاید به طور کلی در خطوط چهره حاج حسین آقای ملک این سه عرصه مشخص باشه. یکی عرصه مردمی است. حاج حسین آقای ملک فراموش نکرده بود که مردم مهمند، مردم نیازمندند و خیلی به افرادی که با او کار میکردن یا حتی کار نمیکردن کمک میکرد. در چناران، املاک چناران حسین آقای ملک بیشتر به اصطلاح سبب شد که اصلا شهر چناران به وجود بیاد. چناران قبل از اون هیچ اهمیتی نداشت و ملک بود که در اونجا املاک زیادی داشت و این املاک رو وقف کرد، بیمارستان مهمی در منطقه ساخت که بعداً کم کم بزرگ شد، اون منطقه آموزشگاه‌هایی پدید آمد و شد چناران که تا مدت‌ها بخشی از مشهد بود و اکنون یک شهر مستقلی است در 40 50 کیلومتری مشهد. و این به نظرم مدیون کارهای مردمی و جذب جمعیتی بود که حاج حسین آقای ملک در اون منطقه با تولید کار ایجاد کرده بود. در خود مشهد هم اقدامات خاصی ملک کرد که موجب تخلید نام او در میان مردم شده است. در حدود 20 میلیون به اصطلاح متر مربع زمین در بهترین جای مشهد که البته اون وقت خارج شهر بود و الان بهترین جای مشهد شده است، مرحوم ملک وقف کرد و بخشید به معلم های آموزش پرورش. ما الان در بلوار ملک آباد که خود این بلوار ملک آباد باز یکی دیگه از بلوار وکیل آباد ببخشید بلوار وکیل آباد یکی از مهمترین تأسیسات و اقدامات حاج حسین آقای ملک است که اشاره خواهم کرد. دو تا خیابون داریم به موازات هم، بلوار دانشجو و بلوار دانش آموز. هر دو سوی این دو تا بلوار که به هم راه داره، تمام زمینا، تمام املاکی که اونجا هست، زمینهایی است که حاج حسین آقای ملک با قطعات 500 متری به فرهنگیان اون روز داد که امروز بسیاری از اون فرهنگیان در این منطقه سکونت دارن و هنوز هم دعاگوی وجود خاندان ملک هستند. الان شده است که از بهترین نقطه های مشهد. بنابراین جهت مردمی به نظر میرسه که نام نیکی حاج حسین آقا در مشهد از خودش یادگار گذاشته است، که این جهت دیگه هم که عرض میکنم اون رو هم بر سری باید دانست و در تکمیل این جهت ازش استفاده کرد. از نظر اجتماعی و به اصطلاح رسیدگی به امور شهری هم ملک اهتمام خاصی داشت. همونطور که عرض کردم از وسط اراضی خودش یک بلوار بسیار بزرگی احداث شد که بعداً به پارک وکیل آباد که باز موقوفه ملک به شهرداری و در واقع اهدایی ملک به شهرداری مشهد هست ایجاد شد که یک مجموعه برای خودش شده است. قبل از اون ملک در مرکز شهر مشهد، در قلب شهر مشهد، باغ ملی رو، زمین باغ ملی رو واگذار کرده بود به شهرداری که همه اون رو به عنوان یادگار حاج حسین آقای ملک میشناختن. زمانی که تنها جایی که پارک عمومی شهر مشهد بود همین باغ ملی بود. من یادم هست در 50 60 سال پیش واقعا اینجا تنها نقطه تجمع و نقطه به اصطلاح پارکی شهر مشهد بود و همه از همه جای شهر به اینجا می آمدن. الان خب به هر حال پارک‌های زیادی احداث شده است و ممکنه که باغ ملی دیگه اهمیت خاصی نداشته باشه، اما جنبه تاریخی و به اصطلاح یادگاری حاج حسین آقای ملک البته درش هست. علاوه بر این همونطور که عرض کردم یه پارکی در وکیل آباد که اون وقت یک روستایی در خارج شهر مشهد بود و الان به مشهد وابسته شده است و متصل شده است، پارک بسیار بزرگی با تعداد بسیار زیادی درخت که یه جنگلی بود، جنگل مصنوعی بود در اونجا، اینو هم به شهرداری مشهد بخشید و در زمان حیات خودش در اونجا تأسیساتی کرد. معروف است که ملک گفته بوده که هر کس بتوانه تعداد درختان پارک وکیل آباد رو بشماره
فلان مبلغ بهش جایزه میدم. یعنی اینقدر زیاد درخت داشت که بی حد اندازه بود. من یادم است ما اون زمان دانشجو بودیم در دهه 40، دانشجوی دانشگاه و آموزش این تحصیل داشتیم. اینجا اردوگاه نظامی بود، در کنار اون یه اردوگاه نظامی درست کرده بودن و ما تابستانا می رفتیم اونجا دوره آموزش نظامی می دیدیم به شکل شبانه روزی. و من همون زمان چندین بار مرحوم ملک رو کنار استخر وکیل‌آباد دیده بودم. می آمدیم اونجا روز وقت تعطیل می شد یا روز جمعه که به تعطیلی ما رو آزاد می کردن، می آمدیم شهر، از کنار استخر وکیل‌آباد رد می شدیم. ایشون می دیدم که در آفتاب کنار ساختمانش نشسته است و مراقبت های خاصی از املاکش می کنه. این پارک بسیار مهم که الان که از مهمترین پارک های شهر مشهد هست، از املاک اهدایی به اصطلاح ملک به شهرداری مشهد هست. در ارتباط با این هم بلوار وکیل‌آباد که عرض کردم، اون رو هم در دل اراضی خودش با عرض بسیار زیاد که گمان نمی کنم در ایران خیابانی به عرض این خیابان باشه، حتی از چارباغ اصفهان و جای دیگه هم بزرگتر از اتوبان‌ها و بلوارهای تهران هم عریض‌تر هست پارک بلوار وکیل‌آباد. قبلا یادم هست که در همون دهه 40 ما می رفتیم وکیل‌آباد، یک خط یا جاده خیلی باریکی از وسط بود که دورش درخت توت داشت و با دوچرخه می رفتم وکیل‌آباد، خیلی باریک بود. ایشون آمد و در دو طرف این جاده اراضی رو به اصطلاح بخشید و به توسعه شهرداری، در واقع به شهرداری بخشید که اونجا رو بلواری کردن که 8-9 باند الان ارتباط مشهد رو به ییلاقات ترقبه و شاندیز و وکیل‌آباد و اصلا غرب شهر مشهد متصل میکنه و بسیار پارک بسیار بلوار به اصطلاح بزرگی است، خیابان عریضی است که این هم جزء اهدای اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی در واقع حاج حسین آقای ملک. اما جان جانان اقدامات ملک کتابخانه و موزه او هست که خب به هر حال من خیلی زیاد در این زمینه سخن نمیگم، برای اینکه دوستان دیگه به خصوص جناب آقای یسابولی حتما داد سخن خواهند داد. فقط به این نکته اشاره میکنم که ملک خودش رو به کر وصل کرد با ارتباط با آستان قدس رضوی و خب به هر حال کتابخانه آستان قدس و مرکزیت و موقعیت آستان قدس رضوی در مشهد سبب شد که به هر حال همه چیز رو متوجه اون بکنیم، حتی مسجد گوهرشاد و موقوفات گوهرشاد و همه اینا هم در واقع به آستان قدس و به مجموعه آستان قدس متصل شد و یک مجموعه بزرگی رو تشکیل داد. ملک هم سالها پیش تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده. دهه 20 سالهای گذشته این کار رو کرد و کتابخانه خودش رو که در تهران در بازار بود، در بازار بین الحرمین بود، اون که آقای دکتر مسجد جامعی فرمودن، و این رو به آستان قدس اهدا کرد و در واقع از یک جهت خودش رو به کر وصل کرد. من قبلا به این کتابخانه رفته بودم زمانی که دکتر عبدالعلی گویا استاد دانشگاه مشهد رئیس کتابخانه ملک بود در تهران، به مناسبتی کاری داشتم، شاید برای دنبال نسخه‌های ابوالفتوح چیزی میگشتم، رفتم تهران به این کتابخونه رو که در منزل مسکونی خانواده ملک بود دیدم که خب به هر حال موقعیت خاصی داشت در اونجا و تاریخچه خاص خودش و بعداً به این ساختمان جدید که الان هست منتقل شد و البته اعتبار و شهرت بیشتری پیدا کرد. این کار در واقع یعنی ارتباط با آستان قدس ملک رو جاودانه تر کرد و به او حرمت دینی به کتابهای او بخشید. خب من از اهمیت این کتابخونه و موزه سخنی نمیگم، برای اینکه هم دوستان دیگر خواهند گفت و گفتند و هم همه چیز گویای این اهمیت هست. وقتی ما الان که خب به هر حال چیزهای اینترنتی هست و از فضای مجازی غالبا برای جستجوهای نسخه ها استفاده میشه، الان هم باز نام ملک در اینترنت و در فضای مجازی هست، ولی قبلا که از طریق فهارس ما کتاب ها رو جستجو میکردیم، نسخه های خطی رو به خصوص، هم تراز خود کتابخانه آستان قدس، کتابخانه حضرت،
کتابخانه ملک بود یا گاهی حتی بسیار نسخه ها بود که و هست که در کتابخانه ملک هست و در کتابخانه آستان قدس یا کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه تهران و در کتابخانه های دیگر ایران نیست و این نسخه های منحصر به فرد نام این کتابخانه رو در واقع جهانی کرده است. یعنی ملک با این کار از یک طرف در آستان قدس به کر دینی وصل شد و از یک طرف در افق علمی به کر جهانی، به کر معارف بشری متصل شد و نامش در همه کاتالوگ های نسخه های خطی جهان می درخشه و هست. خب فهارسی که مرحوم دانشپژوه و مرحوم ایرج افشار از کتابخانه ملک تهیه کردن، در واقع اهمیت این نسخه ها رو مورد تأکید قرار دادن و در واقع به این ترتیب فرستادن رو به قلب کتابخانه های جهان. شما در هر جا که با فهارس نسخه خطی شرقی اسلامی ایرانی سر و کار دارید، از مجموعه ملک و از نام ملک شما دور نیستید. این خصوصیت ها کار ملک رو عرض کردم مردمی کرده است و نام نیکی از او بیادگار گذاشته است. در مشهد حتی ملک منزلی داشت در خیابان امام خمینی فعلی روبروی دارایی در سرای جمع، که اون هم الان در اختیار میراث فرهنگی است و کارهای هنری درخشانی درش انجام میشه و باز از جهت دیگر نام حاج حسین آقا ملک رو در میان مردم خراسان و مسافران و زائرانی که به مشهد می آیند و از اینجا بازدید می کنند جاودانه کرده است. به هر حال این مجموعه این خصوصیات، این ویژگی های مردمی، اجتماعی و علمی و فرهنگی نام حاج حسین آقا ملک رو دیگر از حد یک تاجر، از حد یک ملاک و سرمایه‌دار بالاتر برده است و اون رو به یک حامی دانش و معرفت و علم و نسخه های خطی و اشیاء عتیقه به خصوص نامبردار کرده است و این کاری است که سنتی است که به نظر من باید در ایران این رو ترویج کرد. خب ما میدونیم که مجموعه داران جهانی غالبا نگاه سودجویانه از گردآوری مجموعه های خودشون دارن و این چیزها رو میخرن که باز به قیمت بیشتری بفروشن. حاج حسین آقای ملک همیشه میخرید، هیچ وقت فروش در کار او نبود و اگر بود اهدا بود نه فروش. بنابراین با خرید این جنس ها یا به هر حال به دست آوردن اون از طریق ارتباطات، روابط یا چون که به شوخی آقای دکتر مسجد جامی گفتن به دزدیدن و به اصطلاح تصرف کردن، این مجموعه رو گردآوری کرد که امروز مجموعه نفیس و جهانی است، هم موزه او و هم کتابخانه، که خب به هر حال دوستان ما که استحقاق بیشتری دارن در این زمینه سخن خواهند گفت. به هر حال نام ملک در خراسان به عنوان یک شخصیت خدمتگزار، شخصیت مردمی و یک به اصطلاح کسی که پشتوانه فرهنگی و علمی کشور رو نه تنها مشهد یا به اصطلاح خراسان بلکه کشور رو تضمین کرده است با این کتابخانه، نام او در یادها خواهد موند و به عنوان یک چهره خدوم و چهره به اصطلاح مردمی از او یاد خواهد شد. خب این خیلی مهمه. شاید اجداد به اصطلاح خود ملک که شاید بیشتر از جام ثروت داشتن اما تو این مسیرها کمتر اقدام کردن، نامشون به اندازه خود حاج حسین آقا بر سر زبان ها نیست یا فقط باید در لابلای تواریخ و کتاب ها جستجو بشه، در حالی الو آقای دکتر یا حقی شد بفرمایید. بله ببخشید الان... تلفن زنگ زد و اشکال پیش اومد. خواهش می‌کنیم الان عرض زیادی ندارم، جنبندی می‌کنم، فقط می‌خوام عرض کنم که نام نیکه حاج حسین آقای ملک از سه جهت، از جهت
مردمی، اجتماعی و فرهنگی و ادبی و علمی در سینه تاریخ خواهد ماند به عنوان چهره خدوم و خدمتگزار. و من امیدوارم که ثروتمندان ما و به خصوص اهالی بازار از این مسیر یادشون نره و بدونن که از این طریق بهتر میشه جاودانشون، بهتر میشه موندگار شد. امیدوارم که ما در دراز مدت در آینده حاج حسین آقای ملک دیگر هم در افق فرهنگی و اجتماعی جامعهمون داشته باشیم. من سخن رو کوتاه میکنم و امیدوارم که بحثای دیگر رو تخصصی رو راجع به کتابخونه و موزه جناب آقای یساولی بفرمایید. متشکرم. ممنون جناب آقای حقیقت. آقای مهرتون هست؟ یک صداتون هست، بفرمایید. تشکر میکنم جناب آقای دکتر. نت ما امروز مثل این مشکل داره آقای مهرجو. دکتر کاظمی صداتون است، شما بفرمایید. مجددا تشکر جناب آقای دکتر یاحقی عزیز، خیلی ممنون. بالاخره خدمات ایشون مفید که در مورد مشهد بود و گفتن و از این جهت برای ما خیلی آیا کیر کاظمی صدای ما رو دارید؟ متاسفانه ارتباطم با آقای دکتر کاظمی قطع شد. بنده هم از آقای دکتر یاحقی تشکر میکنم. آقای دکتر یساولی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام، خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان بزرگوار در خانه اندیشمندان و علوم انسانی، آقای دکتر کاظمی، جناب مسجد جامعه گرامی و جناب دکتر یاحقی عزیز که درباره حاج حسین آقا ملک داده های سودمند و ارزشمند رو فرمودن. من دوست دارم با یک جمله از حاج حسین آقا سخنم رو شروع بکنم. ایشون در یکی از کم شمار گفتگوهای مطبوعاتیشون که در اواخر عمرشون انجام گرفت با روزنامه کیهان فرمودند که من اگر در جوانی مأمور رسیدگی به زمین‌های پدر در خراسان می‌شدم، موزه‌ای بنا می‌کردم که با موزه بریتانیا برابری بکنه. بزرگواران درباره جنبه‌های کوشش فرهنگی حاج حسین آقا درباره تشکیل کتابخانه و خدمات اجتماعی ایشون به ویژه در خراسان سخنانی سودمند فرمودن. من برای آشنایی دوستان و بزرگوارانی که این نشست رو میبینن و پی میگیرن، یک روایت کوتاه خطی از زندگی حاج حسین آقا عرض میکنم. ایشون از خاندانی بازرگان پیشه با تباری آذربایجانی در واقع زاده شدند که پدر بزرگشون آی مسجد جامعه اشاره درستی داشتن، پدر بزرگشون از سرهنگان سپاه عباس میرزا قاجار در جنگ های ایران و روس بود. ایشون به واسطه پیوندی که با امیرکبیر پیدا میکنن و کمکی که به ایشون ارائه میدن برای رسوندن ناصرالدین میرزای ولیعهد به تخت پادشاهی به تهران میان. در تهران به واسطه اون یاری که به امیرکبیر و ناصرالدین میرزا که دیگه ناصرالدین شاه شد میکنن، لقب ملک و تجاری رو از دربار میگیرن و باز به افتخار امیرکبیر سرای امیر رو در بازار تهران میسازند و به همون نام میذارن. پدر حاج حسین آقا، حاج محمد کاظم ملک و تجار، در واقع یکی از بزرگترین بازرگانان میانهای دوره قاجار هست که بیشتر ثروت این خاندان در دوره ایشون گرد آمد. ایشون به واسطه پیوندی که با
دربار قاجار دارند، به ویژه دوستی بسیار نزدیک با میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان، در مراوده های بازرگانیشون موفقیت های زیادی به دست میارند. به واسطه یکی از این بدبستان های بازرگانی و سیاسی اقتصادی با دربار هست که صاحب زمین های زیاد در خراسان میشن. در واقع حلقه پیوند این خاندان با خراسان اون زمین هاست که در دوره پدر حاج حسین آقا ملک، یعنی حاج محمد کاظم ملک التجار، رخ میده. حاج حسین آقا ملک در جوانی مأمور رسیدگی به زمین های پدری در خراسان میشن. من کمی به گذشته تر میرم، به روزگار کودکی آقای ملک. حاج حسین آقا در کودکی در سبک قدیم آموزش در ایران آموزش میبینن، یعنی در محضر علمای زمان و علوم قدیمه رو فرا میگیرن. به واسطه علاقه‌ای که به زبان فرانسه داشتن و علوم جدید، ایشون به دور از چشم پدر که تعصبی در این زمینه داشتن، به مدرسه آلیانس میرن و اونجا همونطور که خودشون در زندگی نامی خود نوشتشون اشاره کردن، در کنار ناماورانی مثل محمد علی فروغی آموزش میبینن، به ویژه زبان فرانسه رو فرا میگیرن. ایشون اشاره کردن در واقع علاقه‌ای که در اون خاندان به کتاب بود. اما نخستین پیوند حاج حسین آقا ملک با کتاب و نسخه خطی و کتابخانه به زمانی برمیگرده که به روایت خودشون 28 ساله بودن. ایشون همراه پدر در کاروانی که برای رسیدگی به زمین‌های خانوادگی در خراسان به اون سمت می‌رفتن، در نیشابور روزهایی رو مهمان حاکم نیشابور میشن. خودشون روایت کردن که در اونجا با یک نسخه خطی از دیوان ابن یمین فریومدی آشنایی پیدا میکنن و به واسطه همین علاقه در اون توقف کوتاه نسخه ای از روی اون دیوان بردارن. من از اینجا دیگه و برپایه روایت ایشون در زندگی نامه خود نوشتشون عرض میکنم که زمانی که به خراسان میرسن و پدرشون به تهران برمیگرده و ایشون مأمور میشن برای رسیدگی به اون زمین ها که خب زمین های گسترده ای بودن. امروز مجموعه موقوفات ملک در خراسان بیش از 60 هزار هکتار زمین هست که وقف شده بر کتابخانه و موزه و در واقع در اختیار آستان قدس رضوی قرار داده و به شایستگی و خوبی هم اداره میشه. ایشون در اقامتشون در مشهد دو کتابخانه میخرن، یکی کتابخانه شیخ عبدالرحیم بروجردی نامی و دیگری کتابخانه منشی کنسولگری روس در مشهد. در واقع میدونیم که در اون دوران بزرگان و عالمان و اندیشمندان به گردآوری کتابخانه بسیار علاقه داشتند، به ویژه کسانی که تعین و ثروتی داشتند و میتونستن کتابها رو که بیشتر خطی بودن بخرن و گرد بیارن. زمانی که این در واقع گردآورندگان کتابخانه ها فوت می شدن، عمدتا بازماندگان اینها و ورثه کتابخانه ها رو می فروختن و به حراج می داشتن. حاج حسین آقا به واسطه همین دو کتابخانه رو در مشهد می کردن. در واقع تصوری که این کتابخانه در تهران تشکیل شده نادرسته. این کتابخانه بسیار بزرگ و نفیس پایه هاش در مشهد شکل می گیره. اما ایشون بحبوحه سال 1300 خورشیدی، زمانی که پدرشون در وبایی که در پای تخت و در ایران گسترش پیدا میکنه بیمار میشن و از دنیا میرن، ناگزیر برای اداره دارایی های خانوادگی به تهران میان و کتابخانه رو همراه خودشون به تهران میارن در خانه پدری در بازار بین الحرمین تهران و اونجا کتابخانه رو سامان میدن و به اندیشمندان، پژوهشگران و خاورشناسان و نسخه شناسان ارائه میدن. در واقع پایه کار حاج حسین آقا ملک کتابخانه بود. چون باز در جایی اشاره کردن در همون گفتگاه مطبوعاتی که من زمانی که کتابخانه رو در تهران در خانه پدری سامان دادم و در اختیار اندیشمندان و اهل علم قرار دادن، خاورشناسان و ایرانشناسان بزرگی که به اونجا می آمدن از من می خواستن در کنار کتاب های نفیس خطی که
گرد آوردم با دیگر جلوه های آثار و فرهنگ تاریخ ایران هم آشنا بشم. به همین واسطه روی آوردم به گردآوری آثار تاریخی. ایشون مجموعه هایی از سکه های تاریخی، تمبرها، تابلوهای نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، اسناد تاریخی و اشیای تزئینی رو در واقع در مجموعه گرد آوردن که ما امروز موزه ملی ملک می‌دانیم و این رو در کنار کتابخانه گذاشتن و در واقع شاکله میراث فرهنگیشون که کتابخانه و موزه ملی ملک بود رو شکل دادن. نکته مهمی که در کار حاج حسین آقا ملک به چشم می‌خوره به عنوان یک دوستدار بزرگ فرهنگ ایران و واقف بزرگ این هست که ایشون این دارایی رو متعلق به ملت ایران می‌دونستن. اصرار هم داشتن و در وقف‌نامه‌شون هم یاد کردن که پسوند ملی باید در کنار کتابخانه و موزه جای بگیره و در واقع در همه جاهایی که نام بردن یا مکاتبه‌ای داشتن نوشتن کتابخانه ملی ملک و این تأثیرگذاری و این نگرش جالب یک شخصیت بزرگ ثروتمند و زمیندار برای من همیشه الهام بخش بود. ایشون در وقفنامه شون هم اشاره کردن که وقفنامه بسیار ارزشمند دارن که میتونه الگوی کامل یک سند وقفنامه‌ای به شمار بیاد. ایشون در وقفنامه شون یادآور شدن که من راه ترقی ایران رو منحصراً در دو چیز دیدم. این وقفنامه ششم آبان 1316 خورشیدی تنظیم شده و به حضور شما عرض کنم که در واقع ما رو به اون روزگار برایشون فرمودن راه ترقی به ایران رو در منحصراً در دو چیز دیدم: یک، ترقی معارف، دو، رعایت حفظ و صحه. برای ترقی معارف کتابخانه و موزه رو شکل میدن و برای رعایت حفظ و صحه که ما امروز در این دوران سخت کرونا البته جای داریم به بهداشت همگانی تعبیر میشه این عبارت رعایت حفظ و صحه، بیمارستان رو در منطقه چناران میسازن و وقف میکنن تا نیازمندان و تنگدستان بتونن به رایگان در اونجا درمان بشن. در همون منطقه که آقای دکتر یاحقی اشاره کردن که آبادانی و رشدش وامدار کوشش و نگرش حاج حسین آقا ملک هست. ایشون در کنار نکته مهمی که در کار ایشون به چشم میخوره این هست که تنها به گردآوری، بنیانگذاری و وقف کتابخانه و موزه بسنده نکردن. در واقع اگر این رخ میداد شاید همچون بسیاری از نهادهای خیریه و عامل منفعه‌ای که وقف میشه بر مردم و تولیتش در اختیار مثلا دولت قرار میگیره، شاید بعد از درگذشت واقف و بنیانگذار به واسطه هزینه هایی که میتونه اداره چنین موقفاتی تحمیل بکنه بر متولی و تولیت ها، شاید میتونست همواره در آستانه آسیب بشه. حاج حسین آقا ملک در کنار این در 7 فقره مجموعه زمین هاشون در خراسان رو وقف کتابخانه و موزه و بیمارستان در چناران کردن و در واقع اینها رو پشتوانه مالی و اعتباری اینها قرار دادن که موجب شد در کنار پشتوانه محکمی که وقف برای کتابخانه و موزه فراهم کرده بود و نگاه پیشرفت مدارانه و مثبت آستان قدس رضوی در همه دوره‌ها بر حفظ این گنجینه بزرگ، این گنجینه و مجموعه وقفی از نظر مالی هم خودکفا باشه و این نکته بسیار مهمی در زمینه وقف و موقفات هست. ایشون در کنار در واقع کار فرهنگی کردن، من در کنار کار بزرگ فرهنگی خطی در جهان کرده و من وام میگیرم جمله‌ای رو از استاد سید عبدالله انبار، نسخه شناس سرشناس کشور که به امید خدا عمرشون زیاد باشه و ایشون در 98 سالگی همچنان
فعال کوشا در زمینه تولید علم هستند. ایشون فرمودن که کتابخانه ملک بهترین کتابخانه خطی جهان. این روایتی است که ایشون فرمودن و یادآور هم میشن که این کتابخانه چون بنجل نمیخرید، واژه‌ای که دقیقاً ایشون به کار بردن، و گزیده کتاب‌های خطی رو می‌خرید، از این نظر از نظر کیفیت نسخه‌ها بهترین کتابخانه خطی فارسی در جهان به شمار میاد. حاج حسین آقا ملک به اشاره خوب آقای دکتر یا حقی خدمات اجتماعی بسیار داشتن، به ویژه در خراسان که اون اهدای زمین‌ها، اهدای باغ ملی و باغ وکیل‌آباد، زمین‌سازی برای پایه‌گذاری اون بلوار بسیار پهن در خراسان در مشهد، و در واقع اشتغال زایی که به واسطه زمین‌های پدری در خراسان داشتن، بسیار تونستن خدمات اجتماعی گسترده ارائه بدن. من با عدد سخن شیوای دکتر یاحقی رو کامل میکنم. ایشون بیش از 1.5 میلیون متر مربع، دقت داشته باشید 1.5 میلیون متر مربع زمین رو در قواره های 500 متری به فرهنگیان خراسان اهدا میکنه. جالب نگرش ایشون، شرط میکنن که من به دو شرط این زمین ها رو به فرهنگیان میدم. یک این که همه به اندازه برابر قواره های 500 متری بدون در نظر گرفتن جایگاه و رتبه شغلی بتونن از اون زمین ها بهره بگیرن، و دو این که در دفتر ثبت زمین ها و در محضر همه هزینه های ثبت رو خودم بپردازن. ایشون در کنار این کار نزدیک 1 میلیون متر مربع زمین هم به کارکنان در واقع وزارت بهداری اون زمان و وزارت در واقع پست و تلگراف و تلفن میبخشن. در تهران هم همین میشه. ایشون در تهران 3 باغ بزرگ داشتن در کنار خانه پدری که در بازار بین الحرمین بود. یک باغ بزرگشون آی مسجد جامعه اشاره کردن در گلابدره بود، که باغی بود که پدر حاج حسین آقا یعنی حاج محمد کاظم ملک التجار از خاندان فرمان فرما خرید، و باقی بسیار مصفا بزرگ و با قنات و استخری بزرگ و امارت هایی که به روزگار محمد شاه قاجار می رسیدن از نظر تاریخی. باقی بزرگ دیگرشون در منطقه بود که ما امروز در خیابان شریعتی محدوده خیابان ملک می شنسیم، در واقع باغ سبا، که باز این باغ رو هم پدرشون در واقع درست کرده بود و برای ایشون به یادگار گذاشته بود. و نکته ای که خیلی دوست دارم تهرانی ها بدونن این که اون خیابان ملک در خیابان شریعتی به نام حاج حسین آقا ملک هست به واسطه اون با، و ای کاش شورای شهر میتونست، ما چندین بار خواهش کردیم، میتونستن این رو تکمیل بکنن، در واقع خیابان ملک رو نامش رو به خیابان حاج حسین آقای ملک تغییر بدن تا شهروندان بدونن که این ملکی که اینجاست به چه کسی اشاره داره. باغ سومشون یک باغ و قصر بزرگ در ری بود که اون هم از پدر برای ایشون به ارث رسیده بود. ایشون هر 3 باغ رو به ویژه باغ سبا رو در اختیار گردآوری گنجینه‌شون گرفتن. در واقع زمانی که به خرید کتاب خطی آثار تاریخی علاقمند شدن و فروشندهی پیدا می شد و قیمت می گذاشت، ایشون نخستین پیشنهادی که می دادن این بود که از زمین های باغ سبا تهاتر بکنن برای خرید اون آثار تاریخی و نسخه های خطی، و زمانی که فروشنده نمی پذیرفت ایشون معادل ریالی اون رو می پرداختن تا اون اثر و کتاب رو بخرن. و باز چیزی که کمتر بهش اشاره شده این باغ و قصری است که در ری داشتن. ایشون در دهه های پایانی عمرشون، حاج حسین آقا ملک 101 سال عمر کردن، 1250 خورشیدی، 10 خرداد، یعنی دقیقاً 150 سال پیش در همین روز زاده شدن، و 3 مرداد 1351 خورشیدی درگذشتن. در دهه های پایانی به واسطه درخواستی که رئیس اداره فرهنگ شهر ری میکنن، این باغ رو به اداره فرهنگ شهر ری میبخشند که برای در واقع فرزندان و کودکان اون منطقه مجتمع آموزشی ایجاد بشه، که هنوز اون مجتمع هست و البته بخشی از عمارت قدیم دوران محمدشاهی اون باغ هم باقی مونده که خب شوربختانه اوضاع مناسبی نداره.
تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی حاج حسین آقا ملک به اندازه است که کارهایی که ایشون کرده تنها در توان یک دولت بوده نه یک فرد. آقای ملک کتابخانه ای رو بنا کردن که در ایران دست کم از نظر کمی و شمار نسخه های خطی یکی از 6 کتابخانه بزرگ ایران هست، در کنار کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه آیت الله مرعشی در قم و کتابخانه ملی ملک. اما از نظر کیفیت نسخه ها و گزینشی که حاج حسین آقا ملک در خرید اینها داشتن، بهترین کتابخانه ایران است. در کنار این مجموعه موزه ایشون بسیار نفیس هست، بیش از 10,000 سکه تاریخی ایشون گرد آوردن، نزدیک 100,000 قطعه تمبر در گنجینه ایشون وجود داره که خب بهترین گنجینه تمبر در ایران و یکی از نفیسترین گنجینه های تمبر در جهان به شما میاد، که حتی گنجینه ملی پست ایران که در اختیار شرکت ملی پست هست هم توان برابری و هم ترازی با این گنجینه تمبر رو نداره. ایشون مجموعه‌ای از تابلوهای کمال الملک رو گرد آوردن، در کنارش قرآن‌های نفیس خطی، اسناد گرانبها و ارزشمند تاریخی، مجموعه فوق‌العاده گرانسنگ آثار لاکی در برگیرنده قلمدان‌ها و جلدهای لاکی رو ایشون در مجموعه‌شون خریدن و به یادگار گذاشتن و همه اینها کوشش‌هایی است که هم از نظر همت و حمیت هم از نظر توان مالی تنها در اختیار یک دولت و یک حکومت هست. و من چون تاریخ شفاهی زندگی حاج حسین آقا ملک رو در 10 سال گذشته کار کردم با مجموعه ای از بزرگان و اندیشمندان و بازماندگان خانواده ایشون گفتگو کردم، زمانی که به نگرش حاج حسین آقا ملک آگاه شدم سرشار از غرور بودم، غرور از اینکه یک زمیندار بزرگ. ایشون هیچ گونه فعالیت اقتصادی به معنای اینکه تولید ثروت بکنه نداشتن، تنها کاری که میکردن اداره زمینهای پدری بود که در کنار برادرشون به تساوی از طرف پدر برای ایشون به ارث رسیده بود. در واقع این ثروتی که آقای ملک در راه فرهنگ ایران هزینه کردن برآمده از اون دارایی خانوادگی و موروثی بود. ایشون هیچگاه فعالیت اقتصادی نداشتن که شبهه‌ای در تولید اون ثروت و دارایی ایجاد بکنه. ایشون همه این دارایی رو در راه خدمت به فرهنگ ایران و مردم ایران به کار گرفتن و هیچ برای خودشون نگذاشتن. در کم شمار گفتگوهایی که عرض کردم از ایشون با روزنامه‌های دهه‌های 30 و 40 خورشیدی به ویژه با کیهان و اطلاعات به جامونده، ایشون به درستی اشاره می‌کردن که من حتی یک ریال هم دارایی ندارم و نگرششون کاملا درست بود، چون همه این دارایی رو در واقع خرج فرهنگ ایران کردن و همه این گنجینه رو به ملت ایران تقدیم کردن تا بمانه. و بعد در کنار این با وقف این گنجینه بزرگ بر آستان، به تعبیر خودشون در زندگی در وقفنامه، بر آستان ملائک پاسبان سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، جاودانگی رو هدیه دادن به این گنجینه و پشتوانه ای رو در واقع به این مجموعه دارایی های فرهنگی و اقتصادی دادن، به تعبیر درست آقای دکتر یاحقی، که جنبه دینی و شرعی بخشید و بعد زمینه ای رو فراهم کرد تا دستاندازی ها بر این دارایی فرهنگی و اقتصادی برچیده بشه و کسی نتونه گزندی بر این میراث بزرگی فرهنگی پدید بیاره. یک نکته در واقع ناراحت کننده و اندوهناک درباره آقای ملک هست. حاج حسین آقای ملک از نظر اجتماعی و در واقع برونداد حضورشون در جامعه آدمی گوشه‌گیر بودن، یعنی نه در سیاست دخالت می‌کردن، جز یک مورد که در ماجرای اختلاف میان
کلونل محمد طی خان فسیان با حکومت وقت در واقع در دوره قاجار ایشون برای اینکه علاقه‌ای به کلونل فسیان داشتن و دوست داشتن که زمینه ای رو فراهم بکنن تا جان این آقای فسیان رو نجات بدن، جز اون دیگه دخالتی در هیچ رخداد سیاسی و اجتماعی ندارن و در واقع در گوشه ای نشسته بودن تا این بار شیشه‌ای که از فرهنگ ایران گرد آورده بودن آسیب نبینه، به شیوهی زندگی رو برگزیده بودن تا در واقع اون سرمایه آسیب نبینه. خب این انتخاب ایشون بود، اما در روزگار ما مکلفیم، متعهدیم و وظیفه داریم که کوشش های ایشون رو بشناسیم. از خانه اندیشمندان علوم انسانی، از استادان بزرگ، کسانی که نام ایشون رو زنده نگه داشتن قدردانی میکنم. اما همواره بر این باورم که حاج حسین آقا وام خودشون رو به عنوان یک ایرانی به این کشور پرداختن، اما ما نتونستیم قدر ایشون رو بدونیم و بر جایگاهی بنشونیم که الگوی جامعه باشه. من باور دارم که حاج حسین آقا یکی از تأثیرگذارترین مردان و انسانهای تاریخ ایران به شمار میاد و میتونه الگوی یک شهروند تأثیرگذار باشه، کسی که کتابخانه ساخت، موزه ساخت، بیمارستان ساخت، زمین اهدا کرد، زمینهاش رو در اختیار مردم قرار داد، امکاناتش رو همه میدونن که اون آقای دکتر یاحقی اشاره کردن باغ بزرگ وکیل‌آباد بی انتهاست. ایشون از اون باغ بی انتها تنها یک ساختمان محقر رو برای خودشون داشتن و زمانی که به مشهد میرفتن در اون در کنار خانه شهری که داشتن که امروز فرمودن در اختیار کارهای فرهنگی است، زمانی که در وکیل‌آباد اقامت داشتن در همون ساختمان محقر بودن. و بعد نکته جالب این که اصلا باقی وکیل‌آباد دیوار و حصاری نداشت و مردم مشهد و زائرانی که به مشهد می‌رفتن آزادانه می‌تونستن در اون باغ اقامت داشته باشن و روزگاری رو بگذرونن. ایشون همه دارایی‌شو تقدیم مردم کرد و ما امروز مکلف و متعهد باید باشیم که این شخصیت بزرگ رو معرفی بکنیم. من از دوستانی که زمینه این گفتگو و بهره‌گیری از دانش دوستان رو به ویژه یاحقی و آقای مسجد جامع عزیز فراهم کردن سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که با شناخت بیشتر این بزرگان و فرهنگران و فرهیختگان تاریخ کشور بتونیم زمینه ای رو برای الگوسازی جوانانی فراهم بکنیم که امروز بیش از هر دوره تاریخ ایران نیازمندند به آشنایی.